دوستان گرامی، سلام عرض میکنم خدمت شما و دوست بسیار گرامی هم جناب رضا علوی عزیز و همه بینندگان برنامه، و بسیار متأسف شدم از آن مقدمه که گفتید. قرار موضوع بحث چیز دیگری باشه جز ابراز همدردی و همبستگی با شما و همه کسانی که برای آزادی، عدالت، صلح و دموکراسی تلاش میکنند. حرف دیگری ندارم، اضافه بکنم. منم درود میفرستم به هموطنان گرامی، به جناب گوهرزاد و مهمان گرانمایتون جناب درویشپور عزیز. و واقعا جای بسی افسوس است که تریبونی به این فریختگی و ارزشمندی در حال بسته شدن است. تا دیر نشده من کاری بکنم در قدر صورت تنها چیزی که واقع خواهد ماند پشت افسوس، و این افسوس کار نخواهد کرد. این تریبونه سه برنامه بغرزاد به باور من اگر بسته شود برای حفظ دموکراسی، برای پدیده آزادی. خب برویم سر پدیده دموکراسی در ایران، موضوع انتخابات. برخی میگویند که در ایران انتخابات فقط یک رأی دادن است و یک نمایش. برخی میگویند از همین نمایش و از این شیوه میشود بهره گرفت و به سوی مطالبات مردم رفت. اجازه بدین که این بخش رو با آقای رضا علوی آغاز کنیم، برای اینکه از هموندان همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران هستن و یک بیانیه مقدماتی این دوستان بیرون دادن. آقای علوی، چرا بیانیه مقدماتی؟ میدونم که در بخشی نوشتین که منتظر تغییر شرایط خواهیم بود تا بیانیه قطعی تر رو بدین، ولی تمام موضوعی که هست رو شرح دادین. شاید شرایط خاص ویژه‌ای رو منتظرش هستین. چه چیزیست که این بیانیه همه مسائل رو باز کرده ولی هنوز وعده میده به یک بیانیه بیشتر؟ به این سبب هست که شکل ظاهری انتخابات هنوز تکمیل نشد. به عبارتی که این سناریو هنوز یک سناریو ناقص است. نخست اینکه زمانی که این بیانیه نوشته شد، محفل احمدی نژاد وارد صحنه نشد. احمدی نژاد به عنوان یکی از اضلاع جدی مثلث انتخابات امروز موازنه رو به هم زد. مسئله دوم، جریان رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت هاست. به عبارت دیگه رزمگاه واقعی انتخابات پس از تایید صلاحیت ها مشخص میشه. یعنی نمیشه از امروزه گمان زنی دقیق کرد چه کسانی به پای مبارزه انتخاباتی میشن. بدین منظور هستش که نام این بیانیه از پسوند مقدماتی یا پیشدرآمدی بر انتخابات استفاده شده. خب اجازه بدین که با همین فرض برویم به سوی مسائل مختلف و زمان رو از دست ندیم. بیانیه رو دوستانی که بخوان بخونن میتونن بر روی تارنمای ایرانما.org یا ایرانما.us بخونن و به این ترتیب اون رو بیشتر ازش آگاه بشن و فکر می‌کنم که بپردازیم به این موضوع. برویم به سوی آقای دکتر درویشپور در سوئد. آقای دکتر درویشپور عزیز، از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون هر انتخاباتی به ویژه در دوران ریاست جمهوری یک مسئله داشته: تحریم بکنیم، شرکت بکنیم، شرکت مشروط بکنیم. آیا کل این ماجرای شرکت نکنیم شرکت بکنیم دیگه ویژگی و خاصیت خودش رو از دست نداده تا کنون؟ آیا بی‌معنا نشده تا امروز؟ ببینید، واقعیت اینی که در کشورهای دیکتاتوری که انتخابات کاملا جنبه فرمایشی داره، اصلا این بحث شاید پیش رو قرار نمیگیره. در کشورهای دموکراتیکی هم که به هر حال نظام انتخاباتی تأثیر میذاره در تغییر چرخش قدرت نخبگان و شنیده شدن صدای مردم، تحریم هم دیگه معنا نداره. چرا در جمهوری اسلامی ایران به رغم اینکه دیکتاتوری هست این بحث موضوعیت داشته و موضوعیتش رو با فراز و نشیب‌هاش حفظ کرده؟ واقعیت اینه که در انقلاب ایران ما شاهد حضور دو عنصری بودیم که هر کدوم ضمن این که میتونه نافی دیگری باشه، بالاخره یک رد پای گذاشته. هم
به دلیل رهبری روحانیت خمینی یک حکومت اسلامی در واقع اقتدار دینی که با توری ولایت فقیه فرموله شد استبداد دینی در ایران رو مستحکم کرد. از سوی دیگر عناصر مدرن، عناصر به اصطلاح جمهوریت نظیر پارلمان، مجلس، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به یمن همین انقلاب همگانی به اصطلاح موضوعیت پیدا کرد. به نظرم اگر اسلامگرایان ایران این امکان رو داشتن حتما ایران رو مثل طالبان یا مثل داعش در به اصطلاح عراق و سوریه سعی میکردن که با یه خلافت اسلامی سر و ته ماجرا رو هم بیارن و یک حکومت ناب دینی به این معنی رو برگزار کنن. نه درجه پیشرفت مدنی جامعه ایران این اجازه رو میداد، نه این انقلاب همگانی که صورت گرفت و خب بالاخره کلی از نیروهای مدرن درسته به قدرت نرسیدن ولی ردپای حضورشون رو نمیشه نادیده گرفت. عنصر جمهوریت از این بابت موضوعیت پیدا کرد. در نتیجه انتخابات همواره یک دوگانگی رو در جمهوری اسلامی به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در بر داشته، هم تونسته در خیلی از دوره های معینی به موضوع چالش حکومت تبدیل بشه، چالش ولی فقیه تبدیل بشه، در همون دوی خرداد معروفی که خامنه ای نوری ناطق نوری در واقع چیدش بود، کاندیدش بود، ولی از اون ور میبینیم خاتمی رو میرن مردم رأی میدن، تا دوره موسوی جنبش 88 که بزرگترین جنبش اعتراضی علیه حکومت هم سازمان یافت بعد از اون تقلب انتخاباتی، حتی تا به امروز. بنابراین انتخابات همیشه هم یک فرصتی است برای چالش اقتدار ولی فقیه، هم یک در واقع بزرگترین ابزار مشروعیت بخشیدن به حکومته. یعنی این دوگانگی یه دوگانگی واقعی است، ساخت و پرداخت ذهن من و شما نیست. یعنی مردم میتونن در همین انتخابات همونطور که نشون دادن از فرصت‌ها استفاده کنن برای عقب راندن ولی فقیه، برای نگفتن بهش، برای ضربه زدن و برای اینکه برخی از در واقع آرزوهاشو زیر سوال ببرن. خب این در نتیجه دوگانگی، این که انتخاب عقلانی سالم اینه که بهترین انتخاب اینه که شما بتونید استبداد و عقب برانید، دموکراسی رو جایگزین کنید. حالا شما با شرایطی روبرویید، اگر رأی بدید مشروعیت نظام میاد بالا، اگر رأی ندید خطر این که در واقع حکومت بتونه هر اون کسی که خودش ولی فقیه اراده میکنه به کرسی بشونه رو وجود داره. خب این دوگانگی این تشتت رو ایجاد میکنه. به نظر من حتی اگر ولی فقیه این امکان رو داشته باشه، کمان که چند بار اعلام کرده، خواستار برچیده شدن نهاد ریاست جمهوری خواهند شد تا زمینه رو به سمت یک گام بیشتر به یک خلافت کلاسیک اسلامی تبدیل بکنن. این شرایط به هر حال در لحظه حاضر مهیا نیست. در نتیجه در این دوگانگی ما با سه نوع رویکرد روبرویم. عده‌ای از اون که بالاخره همیشه بد از بدتر بهتره حاضرن به هر کسی رأی بدن. اگه انتخابات بین حتی قالیباف و جلیلی میشد به قالیباف رأی میدادن. همین انتخابات اگر قرار باشه بین احمدی نژاد و رئیسی باشه قطعا میرن به احمدی نژاد رأی میدن، راجب ایرانیتش سخن میگن، راجب اینکه بلد با دخترای جوان عکس بگیره سخن میگن و حتما عناصر مثبت پیدا میکنن. پس ما یک سری کسانی داریم که به گونه کسل کننده ای، بدون توجه به شرایط، بدون ارزیابی مشخص، گویا به هر قیمت از اینکه جامعه مدنی ایران یک نافرمانی عمومی نکنه با تولید وحشت سعی میکنه مردم رو به پای انتخابات بکشن. درست همون عنصری که ولی فقیه خیلی هم علاقمنده و روش تأکید میکنه، یعنی همیشه در انتخابات برای اینکه تنور داغ بشه همیشه یک لولو خورخوری به اصطلاح علم میشه. تا دو سه هفته پیش اینقدر بازار انتخابات کساد بود که همه هاج و واج مانده بودن چه خواهد شد. اما اگر نگاه بکنید با روی به اصطلاح آمدن رئیسی که آیت الله کشدار میخوان وحشت رو انقدر همگانی کنن که مردم نه به امید شرایط بهتر، امید به روزای بهتر، چون کسی امید نداره روحانی شرایطی رو بهتر بکنه، ولی از نگرانی از بدتر شدن اوضاع برن بلکه به رئیسی رأی ندن، برن به چیز رأی بدن. و جناب علوی گرامی هم به درستی گفت داستان گل بود به سبزه هم آراسته شد. حالا آقای احمدی نژاد هم که آمدن در واقع سعی میکنن با ضلع سوم یک پوپولیسمی که اصلا من هم با اعتدال اسلام مخالفم، هم به اصطلاح با اراده ولی فقیه تحت عنوان
در واقع روی کرده سوم سعی میکنن از آموزه های ترامپ در واقع استفاده بکنن و شاید شانسی پیدا کنن. در کنار این جمله آخرم رو بگم، ما یه گروه هایی هم داریم که جز به سرنگونی قهری حکومت به هیچ چیز نمی اندیشن. این میخواد سازمان مجاهدین باشه، میخواد یک گروه های اتنیک باشه، میخواد یک سازمان های خیلی افراطی چپ باشه، میخواد سلطنت طلب باشه، فرق نمیکنه. اساس بحث اینه که حکومت باید سرنگون بشه، حالا با دخالت نظامی برخی میگن سرنگون بشه، برخی قیام قهری و غیره، چیزهایی که باعث میشه هر نوع مشارکت در انتخابات رو دست رد به سینش بزنن. رویکرد سومی وجود داره که گروه های بویژه جمهوری خواه و بخشی از ملیگرایان، بخشی از جمهوری خواهان، بخشی از نیروهای اتنیکی و نیروهای حتی چپ دموکراتیک هم و لیبرال هم به اونم میاندیشن، سوسیال دموکرات، لیبرال و غیره، اون جنبش مطالبه محوری است. خیلی از زنان پشت این نوع روی کرده هستن، بخش قابل توجه از جنبش دانشجویی پشت این هست و بخش از جنبش های حتی اتنیکی و جنبش های اجتماعی. روی کرده مطالبه محوری به جای اینکه پیشا پیش تحریم یا مشارکت رو عنوان بکنه که گویا اصلا فرق نمیکنه چه تحولی ایجاد میشه، بالاخره یا باید تحریم کرد یا مشارکت، سعی میکنه آگاهی همگانی رو بالا ببره در این انتخابات، در فضای انتخاباتی با طرح مطالبات نظیر انتخابات آزاد، آزادی فعالیت احزاب، آزادی مطبوعات و غیره، سطح آگاهی شهروندی رو بالا ببره و در لحظه آخر در واقع این تصمیم رو میگیره با توجه به شرایط باید در یک انتخاباتی شرکت کرد یا نکرد، پیشا پیش آری یا نه نمیگه. به گمان من جنبش مطالبه محوری علل اصول روی کرده مناسب تری هست و در این انتخابات هم فکر میکنم همچنان باید با یک قبل از این که بگیم تحریم یا مشارکت، باید با روی کرده مطالبه محوری خواستهای شهروندی رو در جامعه افزایش بده. سپاسگزارم. برویم به سوی آقای رضا علوی گرامی. آقای علوی، این مثلثی که در حال حاضر دیده میشه، بقیه حاشیه مثلث، یعنی آقای قالیباف از الان آمده ولی اگر بهش در کابینه سمتی رو هر کس بخواد اهدا بکنه به اون سو جذب میخواد خوب بشه، یا بقیه همینطور، در این مثلث رئیسی احمدی نژاد و روحانی، تکلیف روحانی مشخصه، یه آدمی آمده و کارنامه چندانی هم در این 4 سال نتونسته بر اساس وعده هاش به هم بزنه و داشته باشه، جز مسئله برجام چیز دیگری در درون کارنامهش نداره، از نظر کشتار و اعدام و این چیزا همه چیز ثابت بوده، حقوق بشر همه نقض حقوق بشر، یکی نفری آمده اصلا کارنامه اصلیش کشتاره، به قول آقای دکتر درویش پور کاندیدای کشتار هستن ایشون، آقای رئیسی رئیس جمهور کشتار خواهم بود. احمدی نژاد این وسط چه نقشه بوده؟ سناریوی محتمل چیه در این بیایی؟ ببینید در واقع بله، رئیسی به عنوان آیت الله قتل عام معروف هست و کلن رئیسی رو کسی تا مدتی پیش بین مردم عادی نمیشناختن به جز سیاسیون، چرا؟ به خاطر اینکه مرد، هرچند که مرد 4 فصل بود ولی همیشه در سایه همچون راست بودین و میستان، به عبارت دیگه به مدت 10 سال معاونت قوه قضاییه رو داشت، از قوه قضاییه توی تمام این سالهای اخیر رئیس قوه قضاییه رئیسی و همچنین محسن اشعری اداره میشده و شیوه کار تعیین میشده. منتها پس از اینکه نوار 40 دقیقه‌ای سخنان منتظری بیرون اومد، اون تردیدی که در بین بسیارانی بود که رئیسی آیا جزء گروه هیئت مرد بوده یا نبوده برطرف شد، ولی یک کس منکر این مسئله نمیشد. خود پور محمدی هم که از این افراد بود اینو به عنوان یک از افتخارات خودش برشمرد و مطرح کرد که من رضایت الله رو میخواستم، بنابراین هرگز از خواسته خودش پشیمون نشد. منتها چرا رئیسی که به عنوان یک روحانی نه چندان سرشناس هستش ناگهان در صحنه ظاهر میشه و در حال حاضر ادعای کسب ریاست جمهوری رو میکنه؟ ببینید در واقع حکومت در عمق یعنی چی؟ یعنی حکومتی که توسط نیروهای نظامی، توسط بیت و توسط روحانیت مقتدر به عنوان گردانندگان اصلی حکومت داره میره جلو، اینا در صدد هستند
که با وارد کردن رئیس به صحنه انتخابات زمینه و بستر رو آماده بکنن برای پروژه دوم، پروژه‌ای که در اونجا میتونه دو حالت به وجود بیاد، یک سناریو بدین گونه جلو بره که در صورت پیروزی رئیسی از اون جایی که دومین رهبر ایران یا به عبارت دیگر این رهبر نوپا از خیابون پاستور از مقام ریاست جمهوری وارد رهبریت شد، آقای رئیسی هم وارد مقام رهبری بشه. منتها یک سناریوی دومی هم وجود داره. این سناریو بدین گونه هست که علی رغم فشاری که 50 نفر از خبرگان وارد کردن که رئیسی رهبر بشه، علی رغم اینکه روحانیت و رهبران نظامی سپاه شیفته این هستن که رئیسی رهبر بشه، ولی احتمال این داره که شخص خامنه‌ای مخالف این فرد بشه و بدین وسیله با بلوز کشیدن رئیسی ممکنه قصد این داشته باشه که رئیسی رو از صحنه همیشه بیرون بکنه. اما اومدن احمدی نژاد یا فرقه احمدی نژاد یا جریان پوپولیسم پر از وحشت در واقع، این یک جریان جدیدی هستش که در روزهای اخیر به این واقعیت پیوسته. هرچند که از 8 ماه پیش زمانی که احمدی نژاد شروع کرد به سفرهای شهرستانی شهریش، به گونه این میشد گمان زنی کرد که احمدی نژاد وارد صحنه میشه، ولی آخرین سخنرانی که در روز اخیر در خوزستان انجام داد و در سخنرانی خودش بر شخص خامنه‌ای شکل تاق و گفتش که به شاه به جای شاه نشسته و میخواد یک تنه برای فهم ملت ایران تصمیم گیری بکنه، ما در واقع با یک نوع قهرمان سازی جعلی و قدرتی روبرو شد. شوربختانه پاره از تحلیلگران در روزهای اخیر شجاعت احمدی نژاد رو ستودند، اما واقعیت این هست که احمدی نژاد زمانی که این شجاعت رو یا این شجاعت جعلی رو از خودش مطرح میکنه، این در واقع قصد خاصی داره. متوجه هست احمدی نژاد که بخش زیادی از مردمی که در ایران هستن مخالف رهبر هستن، بنابراین قرد قباری که احمدی نژاد برپا کرده با تکیه به احمدی نژاد میتونه حوادث زیادی اتفاق بیفته. بنابراین در صورت که احمدی نژاد با اون یه پرخاشگرانه و شورشگرانه ای که داره و کارهای عجیبی که انجام میده، حتی مثلا دیدیم که در ماهای اخیر به خاتمی که تقریبا این چه در حصر خانگی هستش یا به شکل حصر نیمه رسمی هستش نامه می‌نویسه، یا اینکه بر ولایت فقیه به گونه ای در گفته‌هاش تاکید می‌کنه و حتی میشه گفتش که به ولایت فقیه شاید معتقد نباشه و میدونی که خب یکی از اصول قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور اینه که التزام عملی به رهبر داشته باشه. بنابراین و حتی در آخر مصاحبه‌ای که انجام داد، مسئله ضرب و شتم مخالفان در 88 و کهریزک و اعلام براءت کرد و تمام این مسائل رو به گردن ولی فقیه انداخت و حتی حادثه‌ای که در وزارت اطلاعات پیش اومد دوره حیدر مسلمی به همیشه. خب تمام اینها نشون میده که ورود احمدی نژاد توی انتخابات نقطه عطفیه که صحنه نبرد از عرصه ریاست جمهوری داره به بیت رهبری یا به حیات خلوت رهبری میکشونه. حالا شورای نگهبان بذاری اون شورای نگهبان رو میتونیم بحثشو بعد بکنیم، اجازه بدیم که اینجا برویم سر یه مسئله دیگه و به اینجا بپردازیم که آقای دکتر درویش‌پور به مسئله مطالبه محور بودن این انتخابات اشاره کردن. آیا این ماجرایی که در حال حاضر داره شکل گرفته میشه، خانم ستوده اشاره کردن، شادی صدر اشاره کردن، گروه های مختلف حقوق بشری بهش اشاره کردن که پرونده آقای رئیسی که برای سالهای سال 20 و چند سال در واقع خاک خورده بود، حال خود حکومت باعث شده که پروندهش بیاد روی صفحه، یا
یعنی پرونده کشدارهایی که امروز کسانی که در انتخابات دارن رأی میدن، اگر 16 سالشون باشه، اگر 25 سالشون باشه، کشتار دهه 60 رو ندیدن و یادشون نیست. حالا دوباره پرونده رو بدون اینکه بخواهن خود حکومت رو برده گشته روی صفحه. آیا به عنوان یک تقاضا، درخواست و یک فشار میتوانن گروه های حقوق بشری از این ماجرا استفاده کنن و پرونده آقای رئیسی رو برای همیشه در این ماجرا به عنوان دادخواست به رسیدگی جهانی بذارن، ایران که به جایی نخواهد رسید؟ پرسش از من هستش؟ از مرداد درویشپور عزیز است. از من؟ بله، من فکر کردم از جناب علوی پرسید. بله، به نظر من بخشی از این کمپین مطالبه محوری دقیقاً جنبه حقوق بشری داره و همونطور که شما اشاره کردید، برخی از دوستان دیگر در این زمینه اتفاقاً نوشتن. یعنی ما باید این کارزار انتخاباتی رو بهش بی‌تفاوت نباشیم. این نکته به نظر من مهمه. بی تفاوت نبودن به معنای شرکت کردن و رأی دادن الزاما به یکی از کاندیداها نیست، از فضای سیاسی استفاده شده حداکثر استفاده رو کردن. من فکر میکنم اراده ولی فقیه و اصولگرایان بر جلو انداختن رئیسی بسیار بالاست. یعنی بیشتر با اون بخش اول تحلیل جناب علوی موافقم که اگر بتونن در این ریاست جمهوری مثلا به نوعی ایشون رو به حاکمیت برسونند و بتونن رئیس جمهور بشه، زمین سازی بهتری برای جایگزین ولی فقیه خواهد شد. قطعا فکر میکنم اینطوریه و فکر میکنم جلو انداختن رئیسی برای شکست نشده، چون نیومدن که شکست بخورن. چرا این رو تاکید میکنم؟ برای اینکه شکست رئیس، کسی که در انتخابات رئیس جمهوری قرار شکست بخوره بعد ولی فقیه بشه، خیلی هزینه سنگینی برای اون ولایت فقیه خواهد بود و بنابراین به نظرم عزمشون رو جذب کردن که رئیسی رو تحمیل کنن بر جامعه. اما اینکه چقدر موفق بشن، چقدر به حال فرایند انتخابات مجموعه شرایط این امکان رو اجازه بده یا نه، یه امر دیگری است. ولی میتونم برای این تاکید بکنم که چنین اراده‌ای قطعاً باید با یک واکنش همگانی جامعه روبرو بشه. اینجا واکنش همگانی از سوی نیروهای مختلف به شکل مختلفی دنبال میشه. احتمالاً اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان سعی میکنن رقیب‌های خودشون رو بالا بکشن، از این منظر سعی کنن به اصطلاح شکست بدن که به رأی و به نفع روحانی یا دیگری یا به احمدی نژاد مثلا به نفعش وارد عمل بشن. اما از منظر نیروهای جمهوری خواه، طرفداران حقوق بشر، نیروهای دموکراتیک، به نظر من افشای این جنایات مهیب در دور به ویژه نقش ایشون، قطعا ایشون نه تنها کس بودن، بالاخره نماد رهبری دوره آقای خمینی بود، ولی یکی از اصلی ترین بازماندگان این جنایت بزرگ که نقش کلیدی داشته و امروز هم از صحنه سیاست کنار که نرفته سهله. به قول علوی عزیزم، از سایه به متن داره میاد، از حاشیه به متن داره میاد، از سایه داره به مرکز در واقع توجه میاد. یک تودهنی بزرگ در دهان ملت ایران زدنه اگر ایشون بتونه در واقع در این زمینه موفق بشه. و برعکس، اگر نیروهای دموکراتیک، نیروهای طرفدار حقوق بشر بتونن، نه اینکه الزاماً به قصد حمایت از یک کاندیدای دیگری، به قصد در واقع سیاهی این نظام رو افشا کردن که درجه وقاحت، درجه به عقب راندن مردم را انقدر دارن بالا میارن، درجه وقاحت رو که میخوان مهمترین یکی از مهمترین نمادهای کشتار رو رئیس جمهورش هم بکنن. بنابراین خود این مسئله یک زورآزمایی جدی است و به نظرم جا داره که جامعه دموکراتیک ایران، چه کسانی که طرفدار تحریمن، چه کسانی که مطالبه محورن، چه حتی کسانی که فکر میکنن به یک کاندید مثلا اصلاح طلب مثل جهانگیری یا مثلا اعتدالی مثل روحانی باید رأی داد، حداقل در یک نکته شاید اشتراکی داشته باشن دیگه. اگر بخوایم یک نقطه اشتراکی پیدا کنیم، رئیسی سیاه‌ترین نمادی است که میتونه به عنوان ریاست جمهوری آتی ایران باشه در افشا و طرد و یک محکمه، در واقع کمپین جهانی برای به نوعی محاکمه بین‌المللیش باید به طور جدی پیش رو قرار بگیره، بدون اینکه
از این نقطه اشتراک به بعد بخوایم نتیجه بگیریم که خب لابد حتما باید رفت به روحانی رأی داد یا به اینان، من فکر میکنم جنبش مطالبه محور میتونه یکی از اصلی ترین حوزه‌اش رو در واقع درخواست محاکمه و مجازات رئیسی و دیگر عاملان کشتار دهه 60 قرار بده که بهترین فرصت سیاسی است با کاندید شدن ایشون که این جنبش بتونه فراگیر مطرح بشه. سپاسگزارم. یعنی بحثی که آقای درویش پور باز میکنن اینجا فراتر از مسئله انتخابات این هستش که این رو به عنوان یک جریانی حرکتی ازش بهره گرفته بشه و مسئله ای که جمهوری اسلامی تا سالها منکر میشده که اصلا دهه 60 وجود داشته یا کشتار 67 وجود داشته، حال با این نوارهایی که به وجود اومد تا اندازه‌ای مقبولیت پیدا کرده که میتوان این فشار رو آورد، حال در این انتخابات میشود به خوبی به راحتی این پرونده رو بازگشایی کرد. و به ویژه من مسئله جهانیش رو بیشتر میبینم، برای اینکه اگر این پرونده بازگشایی بشه و بار از نظر جهانی و یک نوع برگه محکومیت در دست طرفداران حقوق بشر باشه، حتی اگر رئیسی بیاید انتخاب بشه دیگه نمیتونه پا به هیچ کشوری در دنیا بگذاره. فراموش نکنیم یک قاضی در اسپانیا رأی به دستگیری پینوشه داد در همون روزهای آخر عمرش، خیلی کارا میشه کرد. خب آقای رضا علوی، این بار با تاکید اسم شما رو اعلام میکنم که برنامه شو پرسش از شما، برویم سر باز ادامه این سناریو. شورای نگهبان در این وسط چه کار است؟ آیا شورای نگهبان میتواند نقشی بازی بکنه در رد صلاحیت یکی یا پذیرفتن یکی؟ یعنی هر لحظه چه بیت رهبری چه دیگران این نقش رو ازش استفاده کنن بدون اینکه مردم کاندیدایی رو کنار بذارن، اونها اون کاندیدا رو کنار بذارن. تصور من بر این هست که هر سه این اضلاع مثلث یا سه قطب، چرا چون که خامنه‌ای گفته بود که احمدی نژاد نیاید که انتخابات دو قطبی نشه، حالا احمدی نژاد آمده است که انتخابات سه قطبی بشه. بنابراین با توجه به این مسئله تصور من بر این هست که هر سه این سه نفر تایید صلاحیت میشن. چرا؟ به خاطر اینکه در صورتی که شورای نگهبان تصمیم بگیره که دوباره صلاحیت احمدی نژاد تایید کنه، یعنی سال 84 تایید کرد، سال 88 هم تایید کرد، میشه سه باره کرد. باید توجه کرد که در گذشته همین آقای جنتی به عنوان دبیر شورای اصلاح نگهبان به دفعات مختلف از رئیسی، از احمدی نژاد حمایت کرد و جدا از این مسئله در انتخابات 88 دو سه نفر از اعضای فعال شورای نگهبان از احمدی نژاد حمایت کردند به شکل واضح و آشکار، به اضافه سخن معروفی که خامنه‌ای گفته بود که نظرات این آقای احمدی نژاد به نظرات آقا ولی فقیه نزدیک‌تر. بنابراین رد صلاحیت احمدی نژاد به نوعی رد صلاحیت شورای نگهبان و در واقع خطی هستش بر باطل بودن بصیرت رهبری. از این روز هستش که احمدی نژاد به باور من احتمالاً تایید میشه، ولی از اون بدتر احمدی نژاد خب به شکل روشن و آشکار بر علیه دستور رهبری حرکت کرد و هرچند که بر اساس قانون اساسی مقام رهبری حق نداره تا مانع ورود یا خروج کسی به انتخابات بشه، اما این تمرد در حلقه هواداران دادگاه شدگان ولایت که احمدی نژاد هم یه زمانی در این جماعت بود یه گناه نابخشودنی به حساب میاد و احمدی نژاد هم اینو میدونه که در حلقه نیست و در نتیجه احمدی نژادی که از سال 84 که پاش به طبقات بالای نظام جمهوری اسلامی پاش شد در حال حاضر نماد از طغیانه که این طغیان خائن‌خواهی بر علیه همون فضای تاریک و سیاه بالایی هست. یک بار سال 84 وقتی که احمدی نژاد اومد در واقع طغیانی کرد بر علیه اشرافیتی که به ذهن اون در جمهوری اسلامی وجود داشت
نمایندش هم هاشمی رفسنجانی. این شکلی که هاشمی و احمدی نژاد تا حتی انتخابات سال 88 هم ادامه پیدا کرد و احمدی نژاد سعی داشت که توی مناظره ای که با حسین موسوی داشت پای هاشمی رو بیرون بکشه و هاشمی رو به عنوان پدرخوانده مطرح بکنه که تمام این قصه هزاردستان در دستونه، این قصه ادامه پیدا کرد. ولی در حال حاضر احمدی نژاد در واقع داره در مقابل خامنه‌ای وایست، دیگه هاشمی وجود نداره، سوپگرایان از دوربر احمدی نژاد پراکنده شدن، تنها سرمایه احمدی نژاد اینه که یه پرچمی برداره که تا کنون کسی درون بیت نرفته، کسی در درون نظام بردست نگرفته از اینو بیدونش. احمدی نژاد رهبری رو تنها عنوانی مشاور میده بردری داده و احمدی نژاد اونو مقبول نیافته و در عکسش همه سپاسگزارم. خب اجازه بدید من یه نکته رو اشاره بکنم در این میان. این هستش که آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد دستور یا فرمان یا حتی فرمان دینی نداده. به این ترتیب اونایی که با مسائل دینی آشنا هستن میدونن که این به صورت یک توصیه هست، توصیه و پیشنهاد در بین علمای دینی و اونایی که پایین تر هستن، یه چیز رسم هست، شکل اجرایی نداره ولی به هر حال هست. به این ترتیب اگر بپذیریم که این دستور نیست، خود به خود تمردم نخواهد. ولی از آقای دکتر درویش پور در این فاصله زمان کم باقی مونده یک پرسش دارم. ما دلمون میخواد که این اتفاق بیفته، همه ما، من، شما، همه میخواهیم که این اتفاق بیفته، که این انتخابات به یه نوعی به محاکمه دوباره ای باشه برای انصار کشدار و به ویژه آقای ابراهیم رئیسی رو محاکمه بکنه و در برابر مردم رسوا بشه که ایشون چه کرده. ولی در دوره روحانی یکی دیگر از اعضای مثلث مرگ آقای مصطفی پور محمدی حکم وزیر دادگستری داره و مردم در این 4 سال نسبت به این بی تفاوت بودن. طرفداران حقوق بشر و کنشگران سیاسی هم در خارج از کشور اوائل اعتراض کردن، ولی به نظر میرسید که انقدر مسائل مختلف برجام وجود داشت که این درجا موند در یه جای دیگر. میخوام نظر شما رو به عنوان پایان سخنتون داشت. نظر نکته بسیار درستی رو اشاره کردید. ببینید اول یک ویژگی شرایط پیش رو رو نگاه کنیم. به نظر من امروز یا مدتی است در واقع جامعه ایران خیلی امید به آینده بهتر نداره، تنها نگران بدتر شدن اوضاع است. تصمیم گیری‌هاش، نقطه عزیمتش، نوع برخوردش با حکومت و مسائل گوناگون بر این پایه استواره. نه به دلیل اینکه دلش نمیخواد شرایط بهتر باشه. خب وقتی که شما هر نیروی رو سرمایه گذاری میکنید، مثلا اصلاح طلبان، به جای اینکه به سمت به اصطلاح درخواست‌های مردم نزدیک‌تر بشن، از رنگ سبز به بنفش و از بنفش مثلا نمیدونم به چه رنگ دیگری سیر پیدا خواهد کرد، روز به روز در واقع محافظه کارتر میشن و به گونه‌ای که باید گفت آقای احمدی نژاد اگر یک چیز این اصلاح طلبان و یا حتی آقای روحانی خوب یاد بگیره از آقای احمدی نژاد، این حداقل آن چیزی است که به نام اون شجاعت قلابی یا هر چیزی که بگیم. بالاخره یک در برابر توصیه رهبری ایستادگی کردن. ما اصلاح طلبان و جریان اعتدالگرا رو بعد از در واقع گرچه آقای موسوی و کروبی ایستادن بهاش هم پرداختن، ولی منظورم از آقای خاتمی و بعد تا طیف عارف و بعد هم خود آقای روحانی می‌بینیم نه ایستادن و برعکس محافظه‌کاری بیشتر شده، نزدیکی با رهبری سخن اصلی حرفشون هستش. بنابراین امروز اگر روانشناسی مردم رو نگاه بکنیم، امید به شرایط بهتر کمتر نقش داره در تصمیم گیری سیاسیشون. جلوگیری از بدتر شدن شرایط ممکنه مهمترین نقطه عزیمتشون باشه. اصلا به نظرم رأیشون به آقای روحانی هم بیش از آن که امید به بهبود شرایط باشه، وحشت رئیس جلیلی بود. حتما میدونید یکی از شعارهایی که تو برخی از جاها داده میشد شعار عامیانه‌ای بود، ولی میگفتن بدون هیچ دلیلی خاک بر سر جلیلی. یعنی در واقع نگرانیشون رو داشتن ابراز میکردن که یک وحشت بیشتر. این نوع وحشت‌زایی
عنصری است که حکومت داره به شدت ازش سود میبره. در آرایش که ما الان باهاش روبرو هستیم، این حرف شما درسته که ممکنه حتی رئیسی هم بیاد سر کار، حتی ممکنه که علارغم اعتراضات ما این باز هم این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ولی پرسش اینجاست که ما چه باید بکنیم بالاخره؟ اگر ما از این فرصت ها برای افشای جنایات، نقض حقوق بشر در ایران و پایبندی به دموکراسی حقوق بشر استفاده نکنیم، کار جندانی از دستمون بر نمیاد. از این نظر به نظرم این فرصت رو باید استفاده کرد، فعال عمل کرد. یه نکته هم مایلم بگم، در این مثلثی که ایجاد شده ما باید در نظر بگیریم بحث برد و باخته، یعنی رهبری بالاخره با این ارزیابی میکنه. اگر رد صلاحیت بشه آقای احمدی نژاد، خب دو بار طرف رئیس جمهور مملکت بوده و خب خود این یک ضربه ایست در واقع به این که چقدر نظام آماتوری است و اصلا چجوری میتونه رئیس جمهورهای خودش رو به راحتی رد صلاحیت بکنه. اگر نه بخواد تایید بشه، بالاخره توصیه رهبری رو جواب منفی داده. این به نوعی یک چالشی است که احمدی نژاد با این کار ایجاد کرده و از این چالش چه ایشون رد صلاحیت بشه چه در واقع پذیرفته بشه، یه ضربه به اقتدار رهبری است. خب اما اون وری ماجرا رو هم نگاه کنیم، نگرانی از کساد بودن انتخابات. الان ایران سرزمین شگفتی هاست، هر بارم یک شگفتی جدید اتفاق میفته که اصلا با بار قبلی قابل قیاس نیست. این نخستین باری است که در واقع به نوعی با یک سزل مثلث روبرو خواهیم شد. این میتونه تنور انتخابات رو داغ کنه به طور جدی. در نظر بگیرید که این یه پرسش جدی است. فرض بکنید اگر احمدی نژاد رد صلاحیت نکنه، آراش از کجا رد صلاحیت نشه، آراش از کی به دست خواهد آورد؟ بیشتر از اصولگرایان خواهد گرفت که همگی پشت رئیسی و اون کاندیداهای به اصطلاح جمنا در واقع ترکیب شدن که اون نماینده های اصولگرایان و خشمشون رو به آقای احمدی نژاد نشون دادن، یا برعکس آقای احمدی نژاد اگر رد صلاحیت نشه بخشی از رأی های ناراضی که میتونه به سمت روحانی و اصلاح طلبان بره رو جذب کنه. در این صورت آرای روحانی میشکنه. یعنی در نظر بگیرید این معامله و معادله ای نیستش که فقط ولی فقیه و اصولگرایان ازش ضرر بکنن. میتونن با شکستن رأی مخالفین اقتدار ولی فقیه و اصولگرایان به نوعی شانس پیروزی رئیسی رو هم بالا بیافرینن. ساده نیست آینده انتخابات در ایران رو پیش بینی کردن، ولی فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی که درست تو هنگام کاندید شدن ها دیدیم که مردم انقدر بی اعتمادن به این انتخابات، انقدر به سخره گرفتن که بچه چند ساله میاد شناسنامه‌اش میره کاندید رئیس جمهوری میشه، سر صدای خود مقامات در اومده که چقدر انتخابات بی آبرو شده، چقدر اصلا مقام ریاست جمهوری زیر سوال رفته که هر کسی میاد اونجا خودشو کاندید میکنه. این اعتراضات، این به سخره گرفتن انتخابات، این که رئیس جمهور انگار نقش تدارکات چی داره، داره ذهنیت گسترده‌تری در جامعه میشه. پذیرفتن یک انتخابات سزلی میتونه تا حدی به اصطلاح بر این تمایل غلبه پیدا کنه و به اصطلاح تنور انتخابات رو داغ‌تر کنه. بنابراین که تو این ارزیابی ها رد صلاحیت میکنن یا میذارن احمدی نژاد باشه، من اگر فکر میکنم شورای نگهبان یک عقلانیت دراز مدتی که در واقع رهبری باید داشته باشه به سود خودشون میدونن برای دامن زدن به تنور انتخابات اجازه بدن سزلی عمل بشه. سپاسگزارم دکتر درویش‌پور عزیز. با اینکه زمانمون یه دقیقه بیشتر نموده، منم در دیروز در یک گفتگوی رادیویی گفتم که منم اگه جای شورای نگهبان بودم ایشون رو رد صلاحیت نمی‌کردم، می‌گذاشتم که به هر دلیلی هست بیاد. معلوم میشه که در یک این مسئله از نظر ذهنی داریم به یک مسئله فکر می‌کنیم. آقای علوی عزیز یک دقیقه کمتر داریم، شما یک جمع‌بندی بکنین از اون چیزی که فکر می‌کنین که لازمه گفته بشه و بیان نکردیم امروز. خب صحبت‌های بیان نشده که بسیار فراوانه و در یک دقیقه نمیشه بیان کرد، ولی واقعیت هم این است که انتخابات ایران یک انتخابات سلبیه، انتخابات ایجابی نیستش. به عبارت که مردم میرن فرد رای میدن که فرد دوم انتخاب بشه.
نکته دوم این هستش که ما یک توده خاموش داریم که سالهاست نه تنها انتخابات رو تحریم کرده بلکه سیاست رو تحریم کرده. چرا؟ چون گرفتاری های روزانه و چیگونی هستش که در این تنگنا و این گرفتاری ها همین که بتواند خود و خانوادش رو از این معرکه نجات بده براش کفایت میکنه. نکته بعد این هستش که همونطور که درویش پور عزیز مطرح کرد، حرف درست، فرصتی هستش که در پیش از انتخابات یک نشاط سیاسی به وجود بیاد و جریان مطالبه گری در ایران نهادینه بشه، شکل بگیره، نه اینکه پس از اینکه توشه انتخابات بسته شد مردم به خانه برگردن و از یادشون بره. و به عنوان نکته‌ای که میشه به سلام بمانه اینکه در مقابل احمدی نژاد چه نوع بدلی میتونه ولایت فقیه انجام بده یا بیت انجام بده، این اگر شروع نگهبان با اشاره احمدی نژاد رو تایید صلاحیت بکنه، این نشون میده که تاکتیک احمدی نژاد یه بدلی هم داره، یه آلترناتیو هم از طرف بیت ولایت ارائه داده میشه. یعنی تایید صلاحیت احمدی نژاد که برای اولین بار نامزدی که اصلی رهبری نشده بوده، نه فقط نصیحت شده باشه، چون وقتی به بخش دوم صحبت‌های خامنه‌ای توجه می‌کنیم دیگه نهی می‌کنن، نهی شدن از اون حالت مستحب یه مقداری بالاتره. برادری در انتخابات شرکت می‌کنه، اگر تایید بشه بدون تردید حکومت اینو به حساب قصیر می‌زنه. اما کار به اینجا ختم نمی‌شه. حتی اگر احمدی نژاد شمشیر رو از بدون به وسط قرمزا بکنه، بازم چنان خاطرات بدی اینجا داشته که ممکنه بسیار تحسینش کنه. و به حال احتمال این که این انتخابات به مرحله دوم برسه فراوان هستش، منتها این واقعیت ما باید در نظر بگیریم که در مجموع خلاصی از کابوس احمدی نژاد بدون هزینه نخواهد. سپاسگزارم آقای علوی عزیز، به پایان برنامه رسیدیم.